با امید آزادی و آبادی کشور خود از مو و کشور خود از ما افغانستان با امید یک روز که امیر رقم مردم جمع شونه در پالوی همدیگر یک جشن بزرگ برگزار کنه و امروز که است روز ملی آزادی نروژ است که اینا اجازه داد ما از کالای زیاد یک ویدیو بگیرم. روز آزادی نروژ بر همه آزادی خواهان دنیا مبارک. امروز عبده مای روز آزادی و یا روز دموکراسی قانون اساسی نروژ است. بینندگان عزیز، بنابرای عزیزی هم است گارد پادشاهی نروژ که اینا برای رسم گذشت که برای پادشاه بعض وقت آماده میشه و ای همو گارد است. بنابرای عزیزی هم گفتم در هر گوشه کنار کستا جشن کستا امروز شروع است و یه هم کستا جشنی است که در اسلو در حال برگزار کردن است و یه هم خود زمو یک تیم کلان است که پیش از اینکه دیگر دستا نزدیک باید و یا اینجا کستا این جشن شروع بزینه باید چیز سلام بیننده عزیز، امیدوار هستم که خوب و خوش و سر حال باشید. امروز عبده مای روز آزادی نروژ است. بیننده عزیز امید که وش منید دسته دسته مردم مای از این منطقه تیر میشه و روز آزادی نروژ که است جشن گرفته. باور کن یک بار دیگر بازم برای کل مردم نروژ، برای مردمی که این ویدیو رو توغمنا آزادی نروژ را مبارک باد عرض منم. امیدوار هستم که هر انسان آزادانه که در هر گوشه کنار دنیا که از طرف خداوند خلقت شده آزاد پیدا شده و این انسان هاست که بلده خو آزار دو رقم قانون ها را جور کرده و خود خود را در بند نگاه داشته. امیدوار هستم که در هر سرزمین دنیا که امروز این رقم جشن آزادی برگزار میشه برای همه آزادی خواهای بشر که در هر سرزمین است روز آزادی خود را جشن بگیره که در هر سرزمین است و در او کشورهای محروم و در او کشورهایی که در بدر هستند که نه آزادی دارن نه آزادی بیان دارن و نه روز آزادی دارن. امیدوار هستم که یک روز در او کشورام روز آزادی باید و مردم روز آزادی خود را جشن بگیره، همین رقم جشن را برگزار کنه. بیننده عزیز امید که شما سهل بینید. بیننده عزیز
صدها نفر هزاران نفر امروز جمع شده در این منطقه و دسته دسته مردم ها که از این طرف از اون طرف کسته تیر شده موره و جشن آزادی را اینجا برگزار منه همین رقم که بیننده عزیز شما وش منه در پیش از همین خانه پادشاهی نروژ هستیم اینجا و از این چه هر دسته که ما از پیش خانه تیر میشه او از بالای بالکن کسته همونجا بال ده و بالکون همون شیشته و از اونج کسته مردم ها کسته سلامی میده بیننده عزیز دیگه بسیار خوشحال است مردم امید که شما سهل منید بیننده عزیز از اینج کسته روزی آزادی نروژ قانون است بیننده عزیز که می چیز که اسکول است یا امو اسکولای اطراف شهر نزدیک کسته کل اجا کسته جدا جدا کسته دسته دسته میتا جور میشه بیننده عزیز امید که شما وش منید مین و اینج کسته شرکت منن این رقم از این رقم از دل که شما وش منید اینا یک دسته دیگه است بایا از اینکه مردم و جشن نروژ را برگزار می‌نم. در نروژ فرق نداره که تو سیاه است، سفید است، از کدام قوم است، از کدام نژاد است. یگانه کشوری روی کره زمین است که حقوق انسان‌ها اینجا مساوی است. امروز در بین ازی خوشی‌ها کسته شرکت کرده و در بین ازی راپیمایی‌ها از بچای ریزه، از بچای کچه، از خرد، از بزرگ، از پیرسال، از کهنسال تمام کسته در این جشن کسته شرکت کرده. و بسیار یک روز خوشی است و این روز کسته روز فرهنگی و روز آزادی نروژ است بیننده عزیز که در این روز کسته مردم ها بسیار جشن میگره و یک غذاهای مخصوص داره که بسیار زیاد امروز از او کسته استفاده نموخره حتی دیروز ما رفتم در بعضی دکان ها کسته از او چیزا کسته همزو غذاهایی که امروز در روز نروژ استفاده میشه از او کسته حتی در دکان ها کسته خالی شده بود گیر نمیمدک همین رقم شما وشنید بیننده عزیز که سیاه سفید فرق نه که کی است کل گین در بین زمین دیستا کستا شرکت کده و این دیستا بندی مگر رقم است که شاید دیگه باز ما تکراری هم باشد در بین اسکولا اینال نشاید در می وصلوید نباشد در صد دنه یا بالای دو صد سر صد دنه اسکول باشد اینا آر اسکول کستا جدا این برقم دیستا بندی میشه مایا اینجی و این رسم گذشت از پیش خانه پادشاه کستا تیر میشه بیننده عزیز و این یک دیستا دیگه است بیننده عزیز امید که شما گوش میدید و بچه های ریزه شده و چقدر قشنگ و زیبا اینا ریجه موره چقدر منظم بیننده عزیز بسیار خوشحال هستم و افتخار منم در کشوری هستم که کشور نروژ بیننده عزیز یک کشور انسان دوست است یک کشور است که حقوق مساوی داره برای کل مردم از لحاظ رفاه زندگی مردم بهترین زندگی داره اینجا و از این خاطر بسیار خوشحال هستم و امروز مام کستم اینجا دوم برادر جان عزیز یک دفعه دیگر بازم در زبان نروژی میگم گراتولیر مداگ نروژ هپی برد نروژ نروژ روزت مبارک و روز آزادی نروژ را برای همه عزیزانی که ما را از اینجا میبینند تبریک میگویم و امروز روز آزادی نروژ است بیننده عزیز امید که گوش میدید پشت سر از ما انبوهی از جمعیت است که امینجا هسته شده بیننده عزیز مجددا سلام میگم یک اطلاعی کوچیک دیگر را از نروژ برای شما ما بیدیم تا جایی را که ما خبر داریم در کتاب های نروژی یادم کتاب های تاریخ از این نوشته است روز قانون اساسی نروژ به زبان نروژی میگه گروند لوفز داگن روز ملی نروژ و روز تعطیلی عمومی رسمی این کشور است که در عبده می هر سال جشن گرفته می شود قانون اساسی نروژ در عبده می سال 1814 میلادی در شهر ایدسول امضا شد در این قانون اساسی برای جلوگیری از اطعام نروژ در کشور سویدن بعد از شکست دولت مستقل دانمارک در جنگ های ناپلئونی ذکر شده که نروژ یک کشور پادشاهی مستقل است با این همه نروژ نتوانست استقلال خود را حفظ کند و پس از یورش ارتش سوید یا سویدن در جنگ های سویدن نروژ در تابستان سال 1814 شکست خورد بعد از این جنگ نروژ به سویدن پیوست ولی قانون اساسی و پارلمانی خود را حفظ کرد جشن گرفتن این روزها با خودی خود در همان ابتدا بین دانشجویان و بعضی از مردم شروع شد در سالهای آغازین پادشاهی مشترک نروژ و سویدن تمایل چندان به رسمیت کردن این جشن نداشت وقتی کارال چهارم یکی از پادشاهان سویدن برگزاری این جشن را ممنوع کرد زیرا باور داشت برگزاری چنین جشنهای نوعی اعتراض و حتی شورش علیه پادشاهی متحد نروژ و سویدن است نگریش او در این باره پس از نبرد
جنگ میدانی در سال 1829 میلادی تغییر کرد. برگزاری این جشن را قانونی اعلام کرد، اگرچه این جشن تا سال 1833 به صورت عمومی و رسمی برگزار نمی شد. برگزاری رسمی این جشن در نزدیک بنای یادبود کریستیان کورک، وزیر سابق نروژی که بیشتر زندگی سیاسی خود را از صرف تلاش در جهت محدود کردن قدرت نهاد پادشاهی کرد، آغاز شد. هر سال در این جشن دانشجویان دانشگاه اسلو یک حلقه گل به گردن مجسمه هنریک ورگلاند می اندازد. این جشن پس از سال 1868 میلادی و با آغازین اولین راهپیمایی کودکان در شهر اسلو رسمیت بیشتر یافت. در اول تنها کودکان پسر اجازه شرکت در این راهپیمایی را داشت. بیورنسون این طرح عقلانی را پیاده کرد، اگرچه هنری ورگلاند نخستین راهپیمایی کودکان را در شهر ایدسول در حدود سال 1820 برای انداخت. برای اولین بار در سال 1999 دختران اجازه شرکت در این راهپیمایی را پیدا کرد. در سال 1905 میلادی اتحاد با سویدن منحل شد و حاکون هفتم به عنوان پادشاه نروژ مستقل انتخاب شد. جنگ جهانی دوم در نروژ 8 می سال 1945 میلادی 9 روز پیش از روز قانون اساسی با تسلیم شدن سربازان اشغالگر نازی پایان یافت. اگرچه این روز یک روز رسمی در تقویم کشور نروژ است، اما به صورت گسترده جشن گرفته نمی شود. در عوض این رویداد معنی گسترده بر روز قانون اساسی نروژ دارد. این روز به نوع جشن آزادسازی نروژ از نازی ها نیست، بلکه 17 می 1814 روز آزادی نروژ است که به صورت گسترده در کل نروژ برگزار می شود. بیننده عزیز امید که وش میدید این لباس های از این دخترها را که این لباس ها را پوشیدن، اینا این لباس ها بسیار یک لباس های قیمت بای و لباس های هسته که اینا فقط دم جشن های فرهنگی و دم جشن های کلان کلان کسته از این لباس ها استفاده میشه. و این لباس ها قیمت هایش قدر زیاد است، از 50,000 کرون شروع میشه تا بالای یک لگ رسته. و این لباس ها اینا بسیار سعی نگاه بنا، حتی خیلی هایش کسته این لباس ها رو میگره بیمه مونه که این لباس ها کسته خراب نشن. اگه خراب هم شونه بیمه باید پرداخت کنه پیسه زیده، چون اینا کسته بیمه را که وقتی پیسه میده هم ماهانه کسته باید بیمه را پرداخت کنه. دیگه این لباس ها فقط در روزهای مخصوص، در روزهای جشنهای بسیار مخصوص سالانه کسته اینا در جاهای بسیار که جشن کلان باشد از این لباس ها استفاده مونه. و این لباس ها هم بسیار گرم هم است و بسیار واقعا لباس قشنگ و زیبا معلوم میشه می رقم که شما تا جان از این دخترها میبینید. بیننده عزیز
dette landet som det stiger frem. Føret har bit over landet med i tusen hjem. Elsker, elsker ned og tenker på. Skjønte mørkt så ut. Alt som fedrene har kjempet, mødrene har grett. Paret karre stille lengtet, og vi vant vår rett. Paret herre stille lengtet, så vi vant vår rett. بیننده عزیز، این جوانای نروژی هسته سرود ملی نروژ را اینجا خواندک. البته سرود ملی نروژ اگر بخواید فارسی ترجمه کنه بسیار دور دراز میشه. فقط ما یک شعر بلدشم ترجمه نم که میگم ما عاشق از کشور هستم و ما این کشور را دوست دارم. بسیار جوانای پرشور و پرشوق بودن که امینج درو همه مردمای که از این طرف از اون طرف شتیرم شده کلگی را تشویق میکنن. مردم ها کسی نقد پرچمای زیاده می رقم از این منطقه تیر می شد بیننده عزیز و ای هم بوده یک روز قشنگ و یک روز زیبا که در بین جمعیتی از این نروژ ما اینجا مده بودیم. بسیار بلدیز ما خوش گذاشتک، بسیار زیاد خوش گذاشتک، بسیار زیاد و ما خوشحال هستم که هر کس در این جشنواک شرکت کده همی رقم برایش خوش ترشنا و خوش بگذاره. واقعا این روز یک روز زیبا و یک روز دیدنی بودک و بسیار بیننده عزیز، همچنان از اسلو پایتخت نروژ در خدمت شما هستم که همیتر ویدیو را که دیدین امروز روز آزادی نروژ بوده. ابده مایی که بسیار مردم به طور گسترده در این جشن شرکت کرده بود با امید آزادی و آبادی کشور خود از ما و کشور خود از ما افغانستان، با امید یک روز که امی رقم مردم جشن شونه در پالوی امدگر یک جشن بزرگ برگزار کنه. نگه که رنگ از تو چی رقم است، نگه که رنگ از ما چی رقم است، نگه که تو کدام مذهب داره، نگه که ما کدام مذهب دارم، فقط چی باشد؟ فقط ای باشد که انسان دوستی و یک روزی باشد که روز انسان دوستی امو رقم که ما خارجی های امروز آمادم در عبده مای در کل نروژ می رقم به طور گسترده که شرکت کرده در این مجلس یومی آزادی نروژ، یومی آزادی یا روز آزادی نروژ بگم بیننده عزیز که شرکت کرده. امیدوار هستم که یک روز در وطن از ما و امی رقم امنیت باید که مردم بار یومی آزادی خواهی یا روز آزادی افغانستان را جشن بگره و کس به کس نگه که تو کی هستی، ما کی هستم، تو از کدام نجاتی، ما از کدام نجات هستم، یا ما از تو بهتر هستم یا تو از ما بهتر هستی. با امید آن روز که امچی آزادی انسانی را در کشور از خود خمو برگزار کنی و این روز که است بیننده عزیز یک روز بسیار بزرگ در نروژ است و بسیار روزی قشنگ است که مردم از هر نجات از هر قوم در دور همدیگر جمع میشه. بیننده عزیز روز آزادی نروژ را که است بیننده عزیز جشن میگیره. امیدوار هستم از این ویدیو بیننده عزیز خوش مانده باشد. هر کسی ویدیو را سیل منه توق منه. بیننده عزیز خواهش منو از شما ویدیوهای از ما را لایک و سابسکرایب کنید. امیدوار هستم در هر جای از کره خاکی هستین همیشه شاد و کامگار باشید، خنده بالا بایشون باشد. شب روز خوش بلده شما را زنم. خدا حافظ، خدا حافظ.